عرض ادب و احترام دوستان، به فروشگاه سلام بابا خوش اومدید. امروز با آنباکس ارزون قیمت ترین تلویزیون شرکت LG در سال 2023 در خدمت شما هستیم. مدل UR7300 رو داریم، یک تلویزیون هوشمند با کیفیت تصویر 4K که ما اینجا سایز 55 اینچش رو داریم، سال ساخت 2023. دستگاه در 4 سایز 43 اینچ، 50 اینچ، 55 و 65 اینچ تولید شده و یک تلویزیون مناسب کاربری روزمره و معمولی هستش. یه نکته جالب در مورد این تلویزیون بهتون بگم که در هر 4 تا سایزش ساخت و مونتاژ کشور چین هستش. قبلا تلویزیون‌های شرکت LG خصوصا تلویزیون‌های سایز بالا و 4K اکثرا تو کشورهایی مثل مصر، اندونزی و لهستان مونتاژ می‌شد و ندیده بودیم که LG حداقل تو چند سال اخیر تلویزیون 4K و سایز بالا رو تو کشور چین مونتاژ بکنه. دیده بودیم که مثلا تلویزیون‌های HD و فول HD حالا سایز پایین رو تو کشور چین مونتاژ بکنه، ولی خب امسال LG تصمیم گرفته برای رقابت داخل بازار یک تلویزیون اقتصادی هم داشته باشه که کامل ساخت و مونتاژ کشور چین هستش. قیمت واقعا رقابتی داره. امروز تو تاریخ 19 شهریور قیمت این تلویزیون چیزی هولوش 23 میلیون تومان هستش. با ما همراه باشید با آنباکس این دستگاه، راه اندازی، نگاه اول به کیفیت تصویر و بخش تنظیمات تلویزیون UR7300. خب دوستان، اقوام همراه تلویزیون UR7300 چیز خاصی نیست، دو تا پایه چیت و پلاستیکی رو داریم که شکل پایه ها رو اینجا ملاحظه میکنیم، به همراه تعداد 4 عدد پیچ برای اتصال پایه ها روی تلویزیون. ریموت کنترل دستگاه داریم مدل MR23، به همراه یک جفت باتری های ریموت کنترل و اینجا هم دفترچه راهنمای نصب تلویزیون رو داریم، دفترچه راهنمای کار با دستگاه و کار با ریموت کنترل که خودتون میتونید مطالعه بکنید، به همراه یک عدد کابل برق سفیش برای تلویزیون UR7300. پایه های تلویزیون رو دوستان ملاحظه میکنید از پلاستیک ABS خودشن اینجا نوشته، خیلی راحت این شکلی پایه رو جا میزنید و پیچاش رو محکم میکنید. خب اینم از نمای پنل پشت تلویزیون UR7300، جایی که اون طراحی معمول مرسوم و همیشگی LG رو شاهد نیستیم، یه طراحی کاملا خاصه. این قسمت یک ورقه فلزیه، اینجاش هم که کامل پلاستیکی کار شده و شما رو یاد تلویزیون‌های اندرویدی میندازه مثل برند شیائومی، بعضی مدل‌های TCL، یونیوا و جنرال دکو. طراحی واقعا خاصی داره، حداقل تو چند سال اخیر تو تلویزیون 4K و سایز بالا همچین طراحی رو ما نداشتیم. ورودی‌های تلویزیون UR7300 هم به صورت کناری و هم به صورت پشتی طراحی شدن. ورودی‌های کناری این تلویزیون شامل یک عدد پورت USB، دو تا پورت HDMI، گیرنده شبکه‌های داخلی و گیرنده شبکه خارجی هستش. ورودی‌های پشتی هم پورت LAN یا ورودی شبکه‌ها داریم، USB شماره 2 دستگاه، HDMI 3 دستگاه و خروجی صدای اپتیکال. خب دوستان، تلویزیون UR7300 رو نصب کردیم. با ریموت کنترل تلویزیون رو روشن بکنیم و راه‌اندازی رو با هم دیگه انجام بدید. همونطور که می‌بینید اول کار نوشته وب‌اس، همون لوگوی وب‌اس میاد بالا که معرف سیستم عامل تلویزیون‌های LG هستش. همه تلویزیون‌های LG دوستان بلا استثنا سیستم عامل وب‌اس دارن و هیچ تلویزیون LG ما اندرویدی نداریم، اینو همیشه حواستون باشه. خب یکم صبر می‌کنید که دستگاه بیاد بالا. خب از ما میخواد که دکمه وسط ریموت کنترل فشار بدیم، دکمه اوکی رو. از این قسمت زبان تلویزیون انگلیسی رو انتخاب میکنیم و نکست رو میزنیم. منطقه جغرافیایی رو شما بذارید روی میدل ایست و نکست رو بزنید. تایم زونتون هم روی حالا مثلا دبی تنظیم میکنید، فرق نمیکنه، انجام نکست رو بزنید. خب راه اندازی رو از طریق تلویزیون یا از طریق گوشی موبایل و اپلیکیشن میخواید انجام بدید که ما از طریق تلویزیون این کار رو انجام میدیم و نکست رو میزنیم. اتصال به وای فای رو نمیخوایم و این قسمت رو اسکیپ میکنیم. میتونید الان دیوایسی رو از طریق اجتماعی به تلویزیون متصل بکنید که ما این کار رو نمیخوایم انجام بدیم و فعلا دیوایسی برای جفت سازی موجود نیست و نکست رو میزنیم. نحوه استفاده از تلویزیونمون که فقط خود تلویزیون هستش، کار خاصی نداریم و این قسمت هم نکست رو میزنیم. نصب تلویزیون روی دیوار هستش یا روی پایه، ما روی پایه نصب کردیم و گزینه استند رو میزنیم. این قسمت از ما میخواد که پاور آن اسکرین رو انتخاب بکنیم. همون صفحه اولی که شما دستگاه روشن میکنید چه صفحه‌ای برای شما بالا بیاد، هوم دستگاه بیاد بالا یا آخرین بودی که ازش استفاده کردید، روی همون هوم میذاریم و گزینه نکست رو میزنیم. کانال یابی رو از ما میخواد انجام بده که ما این قسمت اکسایت رو میزنیم و نمیخوام شبکه یابی رو انجام بدیم.
یه دموی کوتاه مختصری هم برای شما پخش میشه. خب بله، این هم از قسمت هوم تلویزیون LG UR7300. سیستم عامل WebOS هستش، نسخه 8 یا همون WebOS 2023. این هم قسمت کویک منوی دستگاه هستش که به نسبت نسخه سال قبل‌ترش تغییر کرده، این قسمت خوشگل‌تر شده. بریم قسمت ستینگ که تلویزیون رو بذاریم روی حالت مغازه یا همون ستور مود و کیفیت تصویرش رو با هم دیگه ببینیم. تلویزیون دوستان پنل IPS داره، بکلایت دایرکت LED، کیفیت تصویرش هم که 4K هستش. البته فقط تو سایز 50 اینچش پنل VA هستش. خب تلویزیون رو بذاریم روی حالت ستور مود و کمی صبر می‌کنیم دمو تلویزیون بیاد بالا، که فکر نمی‌کنم دموش هم حالا تغییر کرده باشه. از کیفیت تصویر تلویزیون UR7300 LG سال 2023 که اینجا داخل تصویر ملاحظه میکنید. خب دوستان، شما اگر دکمه هوم رو فشار بدید به قسمت هوم تلویزیون که منتقل بشید، از این قسمت ستینگ اینجا میتونید به کویک منوی دستگاه دسترسی داشته باشید. همین قسمتی که اینجا ملاحظه میکنید میتونید حالت تصویر، روشنایی، نوع سیستم صوتیتون، خروجی صداتون، ایزی کیر مود و تایمر خاموش روشن شدن و تایمر حالت خواب رو و خودتون شخصی سازی بکنید. بریم قسمت ستینگ تعلیمات کلی دستگاه رو با هم یه نگاه بندازیم. خب بخش اول بخش تنظیمات تصویر هستش. حالت تصویر تلویزیون رو با هم دیگه ملاحظه می‌کنید که شامل حالت ویوید، استاندارد، اکو، حالت سینما، حالت فوتبال، حالت بازی، حالت فیلم میکر مود و حالت حرفه‌ای برای محیط روشن و محیط تاریک هستش. خب برگردیم عقب‌تر. این قسمت اسپکت ریشیو داریم که شما میتونید نسبت صفحه و همون ابعاد صفحه رو شخصی سازی بکنید. قسمت ادوانس سیتینگ تنظیمات پیشرفته تصویر هستش. بخش اول بخش روشنایی هستش، برایتنس. اینجا شما میتونید پنل برایتنس، کنتراست رو اینجا برای خودتون تنظیم بکنید، بلک لول یا همون نرخ سیاهی، و اینجا هم که اتو داینامیک کنتراست هستش همونطور که ملاحظه میکنید از این قسمت. و اینجا تنظیمات مرتبط با گامای تلویزیون هستش برای تنظیم روشنایی تلویزیون که نوشته شده. و اینجا قسمت نوشته ویدیو رنج که تنظیماتش رو که اونجا توضیحاتش رو بالا ملاحظه میکنید. موشن آی کی رو داریم دوستان، و این قسمت هم که موشن آی کی الان آف استش. خب برگردیم عقب‌تر. تنظیمات مرتبط با رنگ رو داریم. عمق رنگ رو اینجا میتونید کم و زیاد بکنید که الان روی 70 تنظیم شده به صورت پیش فرض. اینجا هم که میزان سیری بودن رنگ هستش. این قسمت کالر گاما، شما میتونید فضای رنگی تلویزیون رو تغییر بدید که خب الان غیر فعاله چون محتوای در حال پخش نیستش. و اینجا هم که تنظیمات پیشرفته شخصی سازی رنگ تلویزیون هستش. برگردیم عقب‌تر. وایت بالانس رو این قسمت داریم که شما میتونید کالر تمپرچر یا همون دمای رنگ رو کم و زیاد بکنید. متدش که الان مثلا 2 نقطه‌ای هستش. و تنظیمات دیگه اینکه همه مربوط به رنگ تلویزیون هستش. برگردیم عقب‌تر. تنظیمات مرتبط با وضوع و موشن تلویزیون هستش، کلاریتی، چه شارپنس، قسمت سوپر رزولوشن رو داریم. نویز ریداکشن، سیستم کاهش نویز تصویر رو داریم، اینجا میتونید خودتون تنظیم بکنید به صورت دستی. این قسمت هم باز برای کاهش نویز هستش. سموز گرادیشن رو داریم برای صاف و روان نمایش دادن محتوای گرادیان هستش که بند بند نشه تصاویر شما. ریال سینما، و این قسمت هم که ترو موشن هستش برای نمایش صحنه های اکشن و سریع بدون کات و پرش و سوسو زدن. بعد پنل دستگاه همون 4K 60 Hz. اپلای تو آل اینپوت، شما اگر تنظیمات خاصی رو این قسمت اعمال بکنید میتونید مشخص بکنید که این تنظیمات برای همه ورودیاتون باشه. ریست هم که برای ریست کردن تنظیمات حالت تصویر هستش. فیلم میکر مود اتو استارت، این رو اگر شما انتخاب بکنید تلویزیون به محض اینکه محتوای سینمایی تشخیص بده رو حالت فیلم میکر سویچ میکنه، و اینم که برای کاهش نور آبی تلویزیون هستش و یه جورایی نور صفحه نمایش رو گرم‌تر می‌کنه. برگردیم عقب‌تر. بریم سراغ بخش تنظیمات صدا. حالت صدای تلویزیون شامل حالت ایرسان یا هم صدای هوش مصنوعی، حالت استاندارد، حالت سینما، حالت کلیر وایس پرو برای تقویت صداهای ووکال هستش برای موقع
تماشای فیلم و سریال و اخبار، حالت صدای فوتبال، موزیک و حالت صدای بازی رو داره. خروجی صدا رو شما توی این قسمت دوستان مشخص کنید که به صورت سیمی یا به صورت بی سیم، حالا هر نوع اسپیکر، سان بار و یا دیوایسی اگر متصل کردی به تلویزیون، خروجی صدا رو میتونید مشخص بکنید یا از اسپیکر خود تلویزیون استفاده بکنید، و اینکه از طریق خروجی صدای اپتیکال هم میتونید خروجی صدای تلویزیون رو مشخص بکنید یا از طریق بی سیم و به صورت بلوتوثی هر اسپیکری که خواستید به تلویزیونتون کانکت بکنید و خروجی صدا رو مشخص بکنید. از این قسمت تنظیمات پیشرفته حالت صدا رو داریم، بالانس اسپیکرها، اینکه از اسپیکر سمت چپ یا راست کدوم صدای بیشتری بیاد، اکولایزر صدا رو داریم که میتونید فرکانس های صدا رو شخصی سازی بکنید، اپلای تو آل اینپوت که برای اعمال کردن این تغییرات رو همه ورودی هستش، ریست هم برای ریست کردن تنظیمات بخش صدای تلویزیون هستش، انستالیشن تایپ روات استند و وال مونتد هستش، اگر تلویزیون روی پایه هست روات استند بذارید، اگر تلویزیون تو دیواره روات وال مونت بذارید. این قسمت هم که برای تنظیم صدای خودکار هستش، این هم که میتونید فرمت صدای دیجیتال رو اینجا تنظیم بکنید. اسپیکرهای تلویزیون از تکنولوژی مثل دالبی دیجیتال، دالبی دیجیتال پلاس، دالبی آدیو برخوردارن، یک صدای بسیار با کیفیتی رو میتونم برای شما پخش بکنم. مش اسکرین اند ساوند رو داریم اینجا که برای هنگام سازی تصویر و صدای تلویزیون هستش. فرمت HDMI اینپوت دستگاه رو میتونید از این قسمت شخصی سازی بکنید اگر متصل به کردید. تی وی ساوند مود شیر رو داریم برای اشتراک صدای تلویزیون هستش، از طریق کانال برگشت صدای EARC تلویزیون هستش. LG سانسینگ رو داریم، فناری LG سانسینگ که تو قسمت بررسی در موردش توضیح دادیم. این هم از فرمت صدای خروجی دیجیتال تلویزیون هستش، و اینجا هم که شما میتونید EARC ساپورت یا پشتیبانی از کانال برگشت صدا رو فعال و غیر فعال بکنید. و اگر این عقب‌تر، بخش بعدی جنرال هستش، تنظیمات کلی. اول با بخش اکسسیبیلیتی شروع می‌کنیم. قسمت اول آدیو دیسکریپشن هستش یا همون توضیحات صوتی. توی یک سری از کانال‌ها و شبکه‌ها که از این قابلیت پشتیبانی می‌کنن، توضیحات اون کانال رو به صورت صوتی برای شما میگه که برای افرادی مناسبه که مشکل بینایی یا کم بینایی دارن. این قسمت هم که شما می‌تونید ولوم صداشو تعیین بکنید که صداش در چه سطحی باشه. لرن ریموت کنترل، اینجا یادگیری درباره ریموت کنترل تلویزیون هستش. یه صفحه به شما نمایش میده، هر دکمه‌ای که روی ریموت کنترل رو میزنید به شما میگه که اون دکمه برای شما در واقع داره چه کاری انجام میده. Enjoy TV Sound Together رو شما از این قسمت میتونید انتخاب بکنید. برای زمانی خوبه که شما میتونید همزمان هم از اسپیکرهای تلویزیون و هم از اون دیوایسی که متصل کردید در آن وقت خروجی صدا داشته باشید. به فرض مثال، من یک هدفون یا هنسفری از طریق بلوتوث متصل میکنم و میتونم اون صدایی که دلم میخواد رو، شدت صدا و میزان صدایی که دلم میخواد رو با هدفونم تجربه کنم، و یکی دیگه مثلا میتونه با اسپیکر تلویزیون صدا رو گوش بده، حالا اونم میتونه صداش رو کم و زیاد بکنه، و به صورت همزمان هم این صدا هم از تلویزیون و هم از اون دستگاهی که متصل کردید پخش میشه. های کانتراست برای افزایش کنتراست منو و نوشته هستش، یکم گری اسکیل که برای سیاه‌سفید کردن یا هم خاکستری کردن تم تلویزیون هستش، رنگ تلویزیون هستش. این ورت کالر هم که کلا رنگ ها رو معکوس میکنه، چیز خاصی نیست. و این قسمت هم که هارد آف هیرینگ هستش، و برای افرادی که مشکل شنوایی دارن به صورت زیرنویس و کپشن اون اطلاعات شبکه یا کانال رو برای شما مینویسه، که از این قسمت میتونید زیرنویس رو هم فعال و غیر فعال بکنید و زبان اولیه و ثانویه اون کانال رو هم مشخص بکنید. و البته فقط یک سری از کانال ها که از این قابلیت پشتیبانی میکنن شما میتونید این قسمت هارد آف هیرینگ رو فعال بکنید. خب برگردیم عقب‌تر، AI سرویس یا سرویس های هوش مصنوعی تلویزیون رو داریم که اینجا قسمت AI ساوند رو داریم، یک صدای هوش مصنوعی که به صورت مجازی به گفته خود دنجی یک صدای 51.2 کانال برای شما پخش میکنه. AI اکوستیک تیونینگ رو داریم که در واقع برای کالیبره کردن صدای تلویزیون هستش، از طریق این میکروفون داخلی سرخودی که روی ریموت کنترل دستگاه تعلیق شده، با توجه به ابعاد محیط و نویز و صدای محیط صدای تلویزیون رو کالیبره میکنه. تو بررسی تخصصی توضیح میدیم اینو. اینم که AI recommendation هستش و توصیه های هوش مصنوعی تلویزیون هستش، که خب کاری هم با این قسمت نداریم. بگردیم عقب‌تر، گیم اپتیمایزر تنظیمات متعدد با حالت بازی هستش، در صورتی که کنسول متصل کردید از این قسمت برای شما فعال میشه و میتونید تنظیمات حالت بازی رو شخصی سازی بکنید. این قسمت که فامیلی سیتینگ هستش، تنظیمات مرتبط با والدین که شما میتونید یک سری محدودیت ها رو برای مدت زمان استفاده از دستگاه، ایزی کیر مود، حتی شدت صدای تلویزیون و حتی اینکه گزارش بده به شما مدت زمانی که صفحه تلویزیون دستگاه چقدر روشن بوده، میتونید یک سری محدودیت ها رو برای کودکتون از این قسمت هم
اعمال بکنید. چیز خاصی نداره. خب مجددا باید دوباره بریم بخش تنظیمات. قسمت جنرال بودیم. خب قسمت بعدی پروگرام هستش. از این قسمت شما میتونید کانال یا شبکه‌یابی تلویزیون رو انجام بدید که اینجا پروگرام تیونینگ رو داریم که شما میتونید با استفاده از رسیور دیجیتال سر خود، همون آنتن دستگاه و یا از طریق رسیور سر خود موارد دستگاه، ساتلایت دستگاه، کانالیابی و شبکه‌یابی شبکه‌های خارجی و داخلی رو انجام بدید. از این قسمت میتونید برنامه‌ها شبکه‌هاتون رو منیج بکنید و مدیریت بکنید. و از این قسمت شما میتونید ایمپورت و اکسپورت کانال‌ها و شبکه‌هایی که پیدا کردید رو خیلی راحت از این قسمت هم انجام بدید که اونها رو مثلا کپی پیستشون بکنید. قسمت کلا بعد کانالیابی یا شبکه‌یابی. قسمت بعدی نتورک هستش. برای اتصال به وای فای، اینترنت و شبکه هستش. گفتیم که هم وای فای سر خود داره و هم که شما که از طریق پورت لن تلویزیون رو به اینترنت متصل بکنید. اکسترنال دیوایس رو داریم یا همون دیوایس های خارجی که شما میتونید هر نوع دیوایسی رو از طریق بلوتوث اینجا متصل بکنید به تلویزیون، مثل کنترلر، دسته بازی، موز، کیبورد و غیره. تیوی آن ویز موبایل رو داریم از این قسمت که شما میتونید تلویزیونتون رو به وسیله یک دیوایس گوشی هم مثل گوشی هوشمند روشن بکنید. و کل این قسمت برای اتصالات دستگاه خارجی هستش. اینجا قسمت HDMI سیتینگ رو داریم که میتونید فرمت HDMI یا همون سیگنال HDMI رو برای خودتون شخصی سازی بکنید. و اگر این عقب‌تر تنظیمات سیستم رو داریم. از این قسمت میتونید زبان تلویزیون رو شخصی سازی بکنید. اینجا قسمت منو هستش. زبان اولیه آدیو لنگویج هستش، هم توضیحات ویدیویی که تلویزیون میخواد بده. و کیبورد تلویزیون رو حتی میتونید این قسمت تنظیم بکنید. زبان پیش‌فرض تلتکس، زبان دوم تلتکس. این تلویزیون اگر اشتباه نکنم ببینیم زبان فارسی رو داره یا نه. بله داره، زبان فارسی هم اینجا ملاحظه میکنید. زبان فارسی رو هم ساپورت میکنه. یا خب خبر خوبیه برای دوستداران LG. قسمت میتونید لوکیشن دستگاه رو تغییر بدید که ما اول کار خارنه رو انتخاب کردیم و منطقه زمانی هم که زدیم دبی. خب تایم اند تایمر رو داریم. از این قسمت شما میتونید زمان تلویزیون رو تنظیم بکنید، ساعتش رو تنظیم بکنید. از این قسمت میتونید تاریخ تلویزیون رو به صورت دستی تنظیم بکنید، یعنی که روی آلت اتوماتیک بذارید. تایم زونمون که دبی هستش. و خب ببینیم قسمت تایمرهای تلویزیون. تایمر اول تایمر هات اسلیپ هستش، تایمر هات خواب که میتونید یه مدت زمانی رو مشخص بکنید تلویزیون بعد از این مدت زمان بره روی آلت خواب. پاور آن رو دارین دوستان، شما میتونید یک زمانی رو مشخص کنید که تلویزیون بعد از این تایم مثلا روشن بشه. بالفرض مثال مثلا میتونید تعیین بکنید که تلویزیون سر فلان ساعت روشن بشه و تو این تاریخ ها تکرار بشه و اینکه مثلا روی چه ورودی هم سویچ بکنه، که خب آپشن جالبی هستش. پاور آف رو هم داریم که میتونید مشخص بکنید که سرش تایم تلویزیون مثلا خاموش بشه. در کل آپشن جالبیه. یه مدت زمانی رو مثلا میتونید مشخص بکنید. و اینم که اتو پاور آف هستش، تلویزیون بعد از 4 ساعت بدون فعالیت یا اینکه باش کار بکنید و بلا استفاده باشه خودش به طور خودکار کامل خاموش میشه. قسمت سیفتی رو داریم یا همون تنظیمات مرتبط با بخش امنیت رو داریم که شما میتونید روی تلویزیون قفل بذارید، روی یک سری از برنامه‌هاتون قفل بذارید، حتی اپلیکیشن‌هاتون، ورودی‌هاتون و کانال‌هاتون میتونید پسورد بذارید و پسورد تعیین بکنید که هر کسی به ورودی‌های شما یا اپلیکیشن شما دسترسی نداشته باشه. تنظیمات اضافی‌تر رو داریم. این قسمت کویک استارت پلاس رو داریم. تو این قسمت تلویزیون رو آلت استند بای سویچ میشه و به معنی اینکه دکمه ای رو فشار دادید تلویزیون روشن میشه. تنظیمات مرتبط با هوم سیتینگ رو داریم، اینکه مثلا پاور آن اسکرینتون کجا باشه، تلویزیون به معنی اینکه روشن کردید قسمت هوم رو نشون بده یا آخرین بودی که داشتین ازش استفاده میکردید و غیره. از این قسمت استند بای لایت، همین چراغ قرمزی که وسط لوگو خورده قسمت زیرش، میتونید مشخص بکنید روشن باشه یا خاموش باشه تو آلت استند بای. البته تنظیمات پوینتر دستگاه رو داریم، اینکه سرعتش چقدر باشه و سایزش هم چقدر باشه. همین پوینتری که اینجا ملاحظه می‌کنید دوستان، می‌تونید سرعتش و اندازش رو از این دو قسمت برای خودتون شخصی سازی بکنید. خیلی آپشن خوبی این ریموت موسی، واقعا کار با تلویزیون رو خیلی خیلی راحت می‌کنه. این قسمت سیتینگ هب رو داریم. شما اگر اینو غیر فعال بکنید دیگه این توضیحاتی که تو سمت راست منو به شما نمایش داده میشه غیر فعال میشه، که حالا باشه بهتره. اینجوری یه سری توضیحات رو در مورد تنظیمات کامل درخواهید کرد. این قسمت هم که برای ریسیت کردن کلیه تلویزیون هستش. ریسیت آر رو که بزنید تلویزیون به طور کامل ریسیت فکتوری میشه. و این قسمت هم اگر بزنید فقط همه رو ریسیت میکنه به جز تنظیمات مرتبط با شبکه. کاری نداریم با این قسمت. خب این تنظیمات سیستم. تنظیمات بعدی تنظیمات انرژی سیوینگ هستش که شما میتونید
حالت ذخیره سازی انرژی رو فعال بکنیم. بس فرض مثلا اگه ماکسیمم بذاریم، ببینید نور صفحه نمایش خیلی خیلی کم میشه و خب اصلا نیازی نیست بزنه من انرژی سیوینگ رو شما بذارید. اوتو پاور آف که روی 4 ساعت تنظیم شده و اینم که اسکرین آف هستش که من اگه الان بزنم، خب اسکرین آف رو من اگه بزنم ببینید صفحه نمایش تلویزیون کامل خاموش شد. برای زمانی خوبه که یه فایل ویدیویی، یه موزیک ویدیویی، یه فایلی می‌خوای پخش بکنید، تصویرش براتون مهم نیست، فقط صدا براتون مهمه، می‌تونی از این قابلیت استفاده بکنید. خب برگردیم عقب‌تر. قسمت بعدی ساپورت هستش. سافت‌ویر آپدیت رو داریم. از این قسمت می‌تونید آپدیت خودکار تلویزیون رو روشن بکنید و آپدیت نرم‌افزار تلویزیون رو انجام بدید که الان ورژن 3.1.16 اینجا نصبه. می‌تونید به وای‌فای متصل بشید، آپدیت بکنید تلویزیون رو. یوزر گاید رو داریم، راهنمای کاربری هستش که کامل فانکشن‌ها و عملکردهای سیستم عامل وب وایس رو برای شما تشریح کرده. این قسمت کویک هلپ رو داریم که یک حالت تنظیمات سریع یا راهنمای سریع هستش که یک سری تنظیمات رو به صورت خودکار با استفاده از هوش مصنوعی برای شما بهینه میکنه. اسکرین سلف دیاگنوستیس رو داریم برای ایبیابی خودکار صفحه نمایش تلویزیون. اگر خدایی نکرده برای صفحه نمایش دستگاهتون اتفاقی بیفته یا برای سیستم صوتیتون، میتونید سان سلف دیاگنوستیس رو هم بزنید که صدای تلویزیونتون بهینه‌تر بشه و بهتر کار بکنه. این قسمت هم که برای تعیین حالت استور مود یا هوم مود تلویزیون هستش که اول کار توضیح دادیم بشه دردی می‌خوره. تنظیمات حالت فروشگاه تلویزیون رو میتونید اینجا شخصی سازی بکنید، استور مود ستینگ. حالا اگر بیاد بالا، بله همونطور که میبینید اینجا اومد بالا که میتونید صدای تلویزیون رو کم بکنم، میتونید حتی فایلش رو مثلا کپی دیلیت بکنید و خب تنظیمات خاصی نداره به نظر من بخش تنظیمات دموی تلویزیون. خب بک رو بزنیم. خب آی پی کنترل ستینگ رو داریم، ما کاری نداریم. ما این قسمت تی وی اینفورمیشن رو بریم نگاه کنیم. اینجا اسم دیوایس ما کامل نوشته شده، LG WebOS TV UR7300 6L A که اینجا مدل دستگاه نوشته شده، سریال نمبرش، نسخه سیستم عاملش که نسخه WebOS 8 هستش، مدت زمانی که تلویزیون روشن بوده که فعلا هم 0 ساعت هستش، و حافظه تلویزیون هم که در حد 1.44 گیگابایت هست که خب حافظه خیلی کمی هم داره و زیر 1 گیگ هم در اختیار کاربر قرار میده برای نصب اپلیکیشن و برنامه. خب دوستان اینم از تنظیمات کلی تلویزیون UR7300، یکی از اقتصادی‌ترین تلویزیون‌های شرکت LG که امسال تو کشور چین مونتاژ میشه. خوشحال میشم که نظرات خودتون رو در بخش کامنت برای ما بنویسید.